سلام سلام، من زوس هستم. آره، خدای خدایان. ببینید، دین یه قانونیه. خب تو هر کشوری ما نیازمندی که یه قانونی باشه. خب حالا دینم مثل یه قانونه، میاد میگه آقا این چیز حرامه، این چیز حلاله. اون چیزی که حرام میدونه درش مفسده هست، اون چیزی که حلاله درش چیه؟ مصلحت. ولذا هر چی که اسلام حرام کرده درش یک مفسده ای هستش. مثلا گفته آقا شراب نخور، خب این مفسده داره. غیبت یکی رو نکن، خب شما دوست داری یکی آبروت بره؟ نه. خب اینا مگه با دستوراتی که دین اجازه بده میگید حرام وجود داره؟ میگید حرام درش مفسده هست. اجازه بدید. خب میخوای سرش بحث کنیم یا نه؟ شما مثال شراب رو زدید، این درسته. شراب مثلا فرض کنید ضرر داره. خب میخواید بفرمایید. خب مثلا میگه آقا آبروی شخصی رو میگه آقا دنبال ناموس مردم نرو. یکی دوست دنبال ناموست بره؟ نه، دوست نداره. تمام دستورات میگه فحاشی نکن. قرآن میگه ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله. خود پیامبر فرمود ان الله حرم علی کل فحاشه، خداوند بهش رو بر فحاش حرام میدونه. میگه فحاشی نکن. خب این همه با ادله عقلی اثبات شده. تمام اون چیزی که دین بیان کرده عقلانی هستش. ولی خب شماها اومدید کاسه داغتر از آش شدید. شما اخلاق رو میخواید رعایت بکنید، دوستان بزرگوارتون که میان همجنسگرایی رو میگن که کار خوبیه، یه چیز نفرت برانگیزیه، شما میگید چون طبع انسان ها اینو میخواد ما هم رو دوست داریم. اصلا کجا با عقل جور در مرد با مرد بره، زن با زن بره؟ همینو به من توضیح بدید کجا. من خودم نفرت دارم از این کار، ذات انسان نفرت داره. بعد شما میاد میگید با طبع انسان سازش داره، اشکال نداره. یا متاسفانه کسای دیگه هم هستن که میاد میگن که بله لوات و ایور اوور و با نزدیکی با حیوان، آره اونم میگن اشکالی نداره. حالا من میخواستم این با کجای اخلاق سازگار داره؟ بفرمایید. خب اینکه فرمودید که حرام درش مفسده هست و حلال درش مثلا خیره، خب این اصلا اینجور نیست. میایید مثال نمیدونم میگید که قرآن گفته آبرو نبرید، خب اسلام گفته آبرو نبرید، نمیدونم دنبال ناموس مردم نباشید، اینا همش خوبه و اسلام هم تاکید کرده. خب چرا فقط اینا رو میگید؟ مثلا فرض کنید که گوشت کوسه حرامه، خب چه مفسده ای داره که مثلا گوشت اون یکی ماهی این مفسده رو نداشته باشه؟ اصلا اینجور نیست. یعنی ملاک، ببین ملاک مفسده و خیر نیست. خیر همینجوری یه سری چیزا رو حرام کرده، یه سری چیزا رو حلال کرده. حالا شما میگردید بین اونایی که مثلا حرام کرده، اونی که ضرر داره اونو برمی‌دارید میگید ها نکنید اینجا ضرر داره، اسلام گفته حرامه، پس همه مسائل اسلام اینجوریه که اگر گفته حرامه مفسده داشته. خیر اینطور نیست. بسیاری از دستوراتی که داده هیچ ارزشی ندارن، هیچ ارزش منطقی ندارن بر مفسده و خیر رو نمیدونم این حرفا، ولی همینجوری حرام کرده. کسی گوشت کوسه بخوره میره به جهنم، میره به عذاب میکشه، در آتش میسوزه. چرا؟ چون که یه چیز حرام انجام داده. چه مفسده‌ای داشته؟ هیچ مفسده‌ای نداشته. این پس مبناتون اصلا منطقی نیست، درست نیست. و اینکه میگید گفته آبرو نبر، بله گفته آبرو نبر، منتها آبروی مؤمن رو نبر. برعکس از اون ور گفته آبروی کسی که دشمن اسلامه ببر، بهش تهمت بزن، بهش دروغ بگو. اینو فتوا دادن مراجع، فتوا دادن که کسی که دشمن اسلامه هر جور که میخوای بهش تهمت بزن، این کار انجام بده تا بلکه مثلا دست از این مخالفتش با اسلام برداره. این کجاش اخلاقیه؟ اصلا ملاک دین اخلاق نیست، ملاک حفظ دینه، ملاک خودشو داره. موضوع اصلا اخلاقی نیست. اینه که دقیقا تاکید من برای اینه که دین میاد اسلام اخلاق رو ضایع میکنه، از بین میبره. و اما گفتید که ذات انسان با همجنسگرایی جور نیست، سوالتون این بود دیگه. بله ذات من و شما نیست، ولی ذات یه عده هست. اونا رو چیکار کنیم؟ سرشون رو ببریم؟ به قولی حکم اسلامی اعدامشون کنیم؟ این راهش نیست. برای من و شما این منزجر کننده است، بله، ولی همه اینجور نیستن. عده‌ای هم هستن که ذاتشون اونجوریه، همجنسگرا هستن. اونا رو چیکارشون کنیم؟ باید یه فضای زندگی برای اونا قائل بشیم یا نه؟ یه حق و حقوقی برای اونا قائل بشیم یا نه؟ ما فقط برای اونا داریم این حق و حقوق رو قائل میشیم، اونهایی که ذاتشون اونه. لزومی نداره بگیم نه ذات ما نیست پس همه باید طبق ذات ما باشن. خیر، صحبتی هست بفرمایید. ببینید جناب زئوس،
بعضی از مسائل حرف که رو شما بزنم. اینجا میفرمایید جز مسائل من نزهور. آقای رجایی لازم سکوت بکنید. شما مملکت رو به گند کشیدید، ما داریم گندکاری های شما رو در اینجا میکنید. ببینید بعضی از مسائل اینجوری مسائل صحبت نزهور نکنید لطفا، اینجوری صحبت نکنید. اینا دوستان هستن، داریم با هم بحث میکنیم، کسی اینجا نماینده حکومت جمهوری اسلامی نیست. اجازه ببینم آقا محمد صحبتشون چیه، بفهمید. ببین جناب زئوس، اسلام واسه چی اومده؟ پیامبر واسه چی اومده؟ پیامبر فرمود انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم تا اخلاق رو پیاده کنم. یعنی محوریت اسلام مبناش اخلاقه. خب تو یکی از جنگ ها یه نفری به پیامبر سیلی زد، خب من و شما بودیم چیکار میکردیم؟ این پیامبر نازنین اسلام اومد چیکار کرد؟ گفت اللهم اهد قومی فانهم لا یعلمون، خدایا این قوم رو هدایت کن، اینا نمیدونن. از این اخلاق بالاتر هم پیدا میشه؟ خب بعد خدای متعال تو قرآن میگه که لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگه تو بد اخلاق می بودی، اخلاق بد می داشتی، مردم دور برت جمع نمی شدن. خیلی ها می اومدن به پیامبر توهین می کردن، خیلی ها می اومدن به پیامبر بی آقا احترامی می محمد. کردن. قصه ولی خب قصه زیاد خدا... شنیدیم آقا محمد، قصه زیاد شنیدیم. این قصه ها رو تو دبستان هم تو کتابای دبستان وارد می کنن، ولی بعد بزرگ میشیم میبینیم واقعیت چیز دیگه ای بوده. واقعیت این بوده که پیغمبر اومده شاعر رو کشته، کسی که سیلی زده رو کارش نداشته، کسی که شعر گفته فقط بر ضد محمد کنیزم بوده، یعنی خیلی آزادم نبوده، تحت اختیار یکی دیگه بوده، ولی پیغمبر مکه رو که فتح کرده گفته همه رو میبخشم، این چند نفر رو نمیبخشم، دو تاشون اونایی بودن که شعر گفته بودن. بعد شما میگی کسی که سیدی زده رو کارش نداشته، گفته خدا یا هدایتش کن، اون مگر اینکه بس روز اول مبعثش بوده باشه که بخواد اینجوری مثلا ساده برخورد کرده باشه. وقتی پیغمبر قدرت داشت هیچ از هیچی کوتاهی نمیکرد. الان داریم میبینیم اسلام خشن چجوری برخورد میکنه. اصلا اینطور نیست. قصه ها رو ولش کنید، از این قصه ها زیاد هست. مکارم اخلاق هم فقط اونم حرف ادعاست. هیچ کدوم از موارد اسلام اخلاقی نیست، مبنای اخلاق نداره. اخلاق مشخصه چیه. اخلاق اینه که آقا جون اصل اولیش اینه که شکنجه کردن انسان جرمه، گناهه، ظلمه، نباید باشه. این اصل اولیشه. کجا در اسلام شکنجه کردن ایراد داره؟ شلاق داریم، دست و پا قطع کردن داریم، سنگسار داریم، اعدام داریم، همه جور شکن آزار دادن انسان رو داریم. این کجاش اخلاقیه؟ کجا اومده مثلا جلوی مسائل غیر اخلاقی رو بگیره؟ اصلا اینطور نیست. بفرمایید جناب زئوس، تو خود قرآن فحاشی کرده این آقای رضایی، میفرمایند که اخلاقیات از حالا بذارید ما حرفمون رو بزنیم، شما میپرید وسط حرف ما. بفرمایید محمد، بفرمایید. الان شما شخصی رو که میگی پیامبر ترورش کرده به نام اسما دختر مروان رو میگی، اینو میگی یا نه؟ من الان اسمش نیست. نه، دو تا از کنیزان بودن که هیچ چند نفری رو وقتی پیغمبر مکه رو فتح کرد، من توی کلیپ آوردم، حالا وقتی پیغمبر مکه رو فتح کرد یه چند نفر رو گفتش که حتی اگر به کعبه آویزون شده باشن اینا رو بکشید. اینها رو بخششی براش نداریم. یکی اون که اینو میگید اسما اسماء بنت مروان رو میگید، این که اصلا سند نداره. این که حالا بذارید من حرفمو بزنم. ببینید ما نگاه کنید، نه از اسماء اون یه چیز دیگه است، عقلی داریم. به هر حال اون زمانی که پیامبر داشت میگفت توی یکی از جنگ ها سیبی که به پیامبر زد روبروی پیامبر بود. این قصه چیه بزرگوار عزیز دل من؟ گوش کن من، گوش کن منو، حرف منو. این پیامبر با اون عظمت اومد خدای این قوم رو هدایت کن، من به خاطر اخلاق بودم. شما دستورات اسلام خب میگی کوزه حرامه چی؟ اون کسی که سیلی زد تو صورت محمد و شما دارید بهش استناد میکنید اسمش چی بود آقای رجایی؟ حالا بنده نمیدونم اسمش چی بوده، ولی مهم اینه که شما میگید نمیدونم، اونایی که من ما میگیم مستند نیستن، بعد خودتون میگید همینجوری یکی سیلی زده. خب راست میگم دیگه، ما نداریم آقا، ما حرفای ما رو میگید مستند نیست، بعد شما همینجوری یکی میگید سیلی زده پیغمبر گفته چیزی، سندتون کو رفته رو منبر؟ آخه متاسفانه همینه دیگه آقای رجایی، منبری صحبت میکنه ولی منبر میگرده فقط بقیه شنونده باشن، هرچی هم که خودشون میگه مستنده،
هرچی هم دیگران میگن اصلا سندی در موردش وجود نداره. ما تا هر چیزی رو در رابطه با اسلام صحبت میکنیم، چه جناب زئوس چه دیگران، با مدارک خود مسلمی صحبت میکنیم. ما که نمیدیم تاریخ رو بنویسیم، ما طبق تاریخ رو از مستندات خودتون به دست میاریم. حالا اینو میایید شما امروز داستان برای ساختید، سندش ضعیفه، سندی نداره، اونی که خودتون میگید سندش چیه، چرا اون رو ارائه نمیدیم؟ ببین دوست عزیز، آقا محمد بفرمایید، شما صحبتی دارید؟ دارم آیه قرآن برای دوست بزنید. قرآن میگه انک لعلی خلق عظیم، تو اخلاقت خوبه رسول خدا. خود پیامبر فرمود انی بوئس اتمم مکارم الاخلاق، فرمود کنت فضل قلیل القلب لن فضل من حلیک. پیغمبر خدا شما برید سیره شو بخونید. آقا محمد اجازه بدید ببینم چی میگه. گوش کنید. آقا محمد اجازه بدید. دادش در اومده. اجازه بدید. این دادش در اومده. سر منبر داره برای مردم داره روزه میخونه. بسیار خوب. بسیار خوب. خب آقا محمد، دوستان معترض هستن، میگن که این حرفا حرفای منبریه، در واقع حرفای بی ارزشی، ربطی به بحث عقلانی ما نداره. شما دارید میگید که مثلا قرآن گفته فلان آیه رو گفته که مثلا چه میدونم اخلاق خوبه مثلا. حالا خب از اون بر من برای شما آیه میارم که گفته مثلا عذاب با عذاب بکشیدشون، این چی؟ این که بگید یا آیه خوب داریم که دلیل نمیشه که بس قرآن خوبه. از اون بر متضادش هم داریم، آیه داریم که کاملا ضد اخلاقیه. این که شما دوتا اون آیه خوب بگید هیچ ارزشی نداره، اینجا در واقع کسی شنوای اون نیست. جناب زئوس عزیز، شما حرف منو گوش کنید. میدونید مشکل شما، میدونید مشکل شما برای آقاتون چیه؟ مشکلتون اینه که خب عذرخواهی میکنم، قصد جسارت و اسهای ادب ندارم، مشکلتون اینه که عیسی از یه جا رد میشد، دید یک الاغی خوکی افتاده اونجا، همه بینیاشون رو گرفتن دیدن چی بوی بدی میده. خب و حضرت عیسی گفته که چی دندونای سفیدی داره، به خوبیش هم نگاه کن. مشکل شما اینه که مثلا خب ما هر موقع اسلام میزنیم میگید آره پیامبر خدایش گفته برید جنگ کنید، مثلا گردنشو بزنید، فلان کنید. بابا دوست عزیز بزرگوار من، این همه اسلام دستور داده برای محوریت اخلاق ما، ما چرا نمیریم دنبال اونها؟ شما خودت داری میگی مثلا این احادیث ساختگیه، و چه مبنای این حرفو میزنی؟ داری ادعا میکنی. ابو علی سینا میگه کسی که حرف میزنه بدون بیانه مثل این میمونه که این شخص خرج عن فطرت الانسانیه، میگه از فطرت انسانیت خارجه. خواهش میکنم حالا این جمله ابو علی سینا شما فطرت انسانی. جناب آقای رجعی خواهش میکنم کلمات عربی پریز کنید به زبان فارسی. اجازه بدید، اجازه بدید. آقا محمد، این که میگید که مثلا دندون سفید داره یه نکته مثبتی داره اون رو بگیرید، اجازه بدید آقا محمد، موضوع اینه که شما بیا این چند صد تا آیه زشت داریم، چند صد تا آیه خشن داریم، شما بیا اینا رو حذف کن، ما مخلص اون آیات خوب و قشنگ میشیم. قبوله، بله آیات خوب و قشنگ هم داریم، ولی موضوع اینه که قرآن همش با هم دیگه است. یعنی 4 تا آیه خوب داره، 500 تا آیه زشت داره. شما اگر جداش میکنید من قبول دارم، اون 4 تا آیه خوب منم تعریف میکنم، کلیپ برش میذارم. شما این کارو نمیکنید، شما میگید همه رو با هم قبول دارید، درسته؟ خب بزن حرفمو بزن. جناب علی اومدی گفتی که این روایاتی که اخلاقی هستش، که شما یه نهج البلاغه امیرالمومنین رو بخونید، احادیث اهل بیت رو بخونید، امام صادق و اهل بیت، اونم پر ایراده، نواقص العقول، نواقص الحظوظ، نواقص الایمان، اونم پر از ایراده، غیر اخلاقیه، اونم تازه مستند نیست. خب خودتون که جناب علی میگن، خب حالا گوش کن، عذرخواهی میکنم، این جناب رجایی حتی نمیدونه که این عبدالبلاغه مال علی نیست. شب. که بعد آقای عزیز میکنه. کتابی که 350 سال بعد بشکن چی برای امیرالمومنین نوشته شده باشه سب کنم. خب او سید رضی با محمد اجازه بدید ایشون صحبتشو انجام بدن. براش شما نهج البلاغه‌ای که داری بهش تکیه میکنی 350 هجری نوشته شده، از کجا آورده؟ یک خط نوشته از علی وجود نداره یا بقیه ائمه، از کجا آورده؟ خود مسلمان ها بهش ایراد دارن، خود شیخ مفید بهش ایراد داره. این شما وقتی اطلاع ندارید میاد ازش به فکر رفتید بالای منبر هرچی دلتون میخواد بگه.
میگیم آقا اصلا نسل بلا ما خب گوش نیست که شما دوست عزیز بزرگوار گوش کن نه شما گوش کنین نه شما گوش کن خب گوش کن 300 سال براش داستان سازی کردم شما بعد اومد بهش تکیه میکنید به اضافه اینکه در قرآن کلی فحاشی وجود داره کسی که ادعا میکنه آفریننده انسانه بعد میاد کلی فحاشی میکنه به کسانی که افکارشون مخالف اسلامه یا اسلامو نپذیرفتن کجاش قابل استناده که بهش تکیه بکنیم که این آفریننده انسانه شما یکم فکر کنین شما متاسفانه فکر نمیکنین ما هم که صحبت میکنیم میگید منطقی و عقلانی صحبت ما منطقی و عقلانی رو بر مبنای اطلاعاتی که داریم صحبت میکنیم ما که روی هوا صحبت نمیکنیم منطق معناش اینه که ما به شما به یه تفاهم برسیم ببینیم از این کلمه ای که صحبت میکنیم برداشت یک جور داشته باشیم این حرفا رو نزنید آقای رضایی منطق معناش اینه عقلانی هم معناش اینه که شما میزان اطلاعات زیاد باشه بتونید بهش تکیه کنید خب اجازه بدید نگاه کنید ما رفتیم اول بحث آقای زئوس رو من کشیدم وسط حالا شما اومدی از نهج البلاغه اینا ببین دوست عزیز آقای زئوس اومد گفت این احادیث که از اهل بیت علیهم السلام صادر شده فرمودن اینها جعلیه خب این صرفا ادعاست و من گفتم کسی که ابن سینا میگه کسی که سخن میگه مدعا میکنه بیانیه میاره مثل این میمونه که خرج عن الفطرت الانسانیه فرمودن از فطرت انسانیت خارجه خب شما که میایی میگی جعلیه سخنهای دانشمندان شما رو ما میایی میگیم جعلیه شما میایید مثلا میایید بگید که آقا داروین مثلا اینجوری حرف زده بحث بی خودی رو داره اجازه بدید خودتونم قبول دارید که بسیاری از احادیثتون جعلیان الانم بحثمون بحث جعلی بودن احادیث و اینها نیست خودتونم میدونید بسیاری از احادیثتون جعلیه ضعیفه نمیدونم اسمای مختلف براش میذارید حسن نمیدونم فلان بعضیاش هم میگید صحیحه هر کدوم که عشقتون بکشه میگید صحیحه هر کدوم که دوست نداشته باشید یا موقعیتش ایجاب نکنه میگید جعلیه مثلا نیست از این حرفا خودتونم دارید اینجوری میگید الان اصلا بحث احادیث رو الان نداریم موضوع عوض نکنید من که حول محور موضوع بحث میکنم اصلا کاری هم ندارم ولی خب وقتی میام میبینم شما حرف بدون بیانه میزنید ناراحت میشم چرا شما یه حرفی رو میزنید بدون این دلالت بر به عذر میخوام من نمیخوام بهتون بی احترامی کنم شما نور چشم ما هستید و بنده هم قصد بی احترامی با آقای زئوس هم ندارم بس من اینه که آقای زئوس ما تو روایات ما مباحث سندی داریم مباحث دلالی داریم از حیث این دلالت و سند میایم بحث میکنیم بعد دیدیم آقا یه روایتی از لحاظ سند اینا صحیح بود قبولش میکنیم اگر نبود فضربو علی این موضوع بحث ما اصلا نیست اونم که نادرسته ولی الان موضوع بحثمون اصلا اون نیست شما فرمود وقتی عقل ما هست ما چه نیازی به دین داریم درسته شما اینو فرمودید درسته بله بله برای اخلاق اینو گفتید دیگه من یه سوالی از شما میپرسم وقتی یه قانونی تو کشور نباشه آیا عقل انسان‌ها به تنهایی و مستقل میتونه مثلا قوانین راهنما رانندگی رو عرضم به حضور شما اجرا بکنه؟ نه بله دقیقا میتونه اصلا ما قوانین رو بر اساس عقل گذاشتیم چراغ قرمز و چراغ سبز همه رو بر اساس عقل گذاشتیم آقا یعنی چی؟ اگه پس خدا گفته چرا قرمز بگذارید همه رو بر اساس عقلمون گذاشتیم یعنی چی عقلمون تشخیص نمیده البته که با عقل ما قوانین رو می‌نویسیم بفرمایید ببینید هر عقلی یه مربی نیاز داره خب بدون مربی نمیشه کسی که میخواد اخلاق خوب داشته باشه باید استاد و مربی داشته باشه که راه راست رو به من شما یاد بده بدون استاد نمیشه انسان اخلاقش کامل بشه اجازه یعنی اگر خدایی نباشه که به ما بگه چرا قرمز بگذاری چرا سبز بگذاری ما عقلمون نمیتونه برسه به اون چون مربی نداشتیم برای چرا قرمز و چرا سبز اینو جواب بدید لطفا برای چراغ قرمز و چراغ سبز ما مربی به نام خدا داشتیم یا اینکه خودمون عقلمون رسید این کار انجام ببینید. دادیم بدون مربی ببینید خب من خب حالا گوش کنید حرف منو همون کسی هم که اومده چراغ قرمز رو گذاشته اومده چیکار کرده
پیش یک افراد خبره ای رفتن که بهشون یاد دادن که بگن آقا این چراغ قرمز رو رد نکنید. بعد اومدن این قانون رو وضع کردن. پیش افراد بزرگی رفتن. پیش افراد بزرگی رفتن کجاست؟ هیچ هم پیش افراد بزرگی نه. به هر حال اونا هم با عقلشون گفتن. هیچ کدوم بر اساس سخن خدا نگفتن چراغ قرمز و چراغ سبز بذارید. نه آقای رجایی، بیشتر از این در واقع وقت رو نگیرید. خب حالا نگاه کن جناب، حالا گوش کن یه لحظه. آقا محمد اجازه بدید صحبت بقیه بشنویم. ما اگر که صحبت عقلانی میکنیم جمعی تصمیم میگیریم، جمعی تصمیم میگیریم. الان نمونه بارزش رو جناب زئوس فرمودن، قوانین راهنمایی رانندگی. اینو فرد نگذاشته، از طرف خدا هم نیومده، یک سری نیازهای جامعه بشری بوده، بر مبنای نیازهای جامعه بشری این قوانین اومده گذاشته شده. این قوانین هم اول داخل کشورهایی که خب ماشین ندارن، دوچرخه ندارن، موتور ندارن گذاشته نشده، ولی به مرور که با این وسایل وارد کشور شده این قوانین در بقیه کشورها هم گذاشته شده. شما قوانین اجتماعی رو که نیازهای اجتماعی دارید ازش سوء استفاده میکنید. اگر اخلاقیات رو در موردش صحبت میکنید، اخلاقیات هم جز قوانین اجتماعی در طی زمان به دست اومده، نه در زمان محمد به دست اومده باشه، در طی زمان به دست اومده. محمد هم حالا اگر وجود داشته باشه، ما میگیم وجود داره طبق گفته شما، اومده این قوانین رو به نفع خودش برداشت کرده، گفته از طرف خدا اومده. یه همچین چیزی نیست. و ببخشید اگر قرار بود که به پدر و مادر نیکی نکنن، اصلا اسلامی وجود داشت؟ اصلا انسانی وجود داشت؟ این داستان قوانین اجتماعی و اخلاقیات از قبایل شروع شده. به میزانی که انسان‌ها اومدن جمعیت بیشتری داشتن، این قوانین گام به گام تغییر کرده، به نفع جامعه شده. از طرف خدا نیومده، خدایی وجود نداره که بخواد از طرفش بیاد. چون شما اگر بخوای در مورد خدا مخصوصا الله صحبت بکنی، باید مراجعه کنی به کتابش. طبق گفته جناب زئوس و چیزی که همه ما میدونیم، اگر 100 تا آیه خوب داره 100 تا آیه بدم داره. یعنی در واقع اومده یک جامعه ای رو گفته هر کس میخواد خوب باشه فقط باید بدیم باورهایی رو که ما باور داریم اجرا بکنه تا جامعتون خوب باشه. ببخشید بقیه دنیا در طی دورانی که اسلام وجود داشته جز کشت و کشتارم نداشته رشد کرده اومده بالا. اجتماعی نداشتن؟ ببخشید جناب عزیز. متشکر. آقای مازیار شما صحبت دارید، بفرمایید. سلام و درود. این صحبت اینه که در مورد قوانین بشری و قوانین الهی یه اشکالی که هست اینه که قوانین الهی لایتغیر هست، یعنی از زمانی که برای اون افراد در اون جامعه ساخته شده دیگه تغییر نکرد و همچنان با همون قوانین داریم انجام میدیم. اما قوانین بشری در هر زمان به شرایط و مقتضیات خودش قابل تغییر است. اگر جایی ایرادی باشه ما ایراد رو رفع میکنیم، اما در مورد قوانین الهی هیچ وقت همچین کار نمیتونیم بکنیم. همون قوانینی که بود با همون اشکالات باید بپذیریم چون از طرف خدا. و صحبت مطلب دیگه خواستم بگم اینه که از بحث اصلی خارج میشیم، به چیزهای بیارزش میپرزیم. ما از بحث اصلیمون در مورد اخلاق و بیخداییه. سندی برای کتابهای که در مورد اسلام هست هیچن، حتی خود قرآن هم سندیت نداره، همش قاله هست، یعنی فلانی گفته فلانی گفته، هیچ کدومشون هم به اصطلاح سند درست درمونی نداره. عرضم تموم. متشکر. بله این مشکل بزرگیه که قوانین خدا لایتغیره و در واقع مطابق اون فرهنگ و اون عقل 14 قرن پیش در بیابونای اعراب بوده و ما نمیتونیم با اون قوانین در واقع زندگی کنیم، ولی قوانینی که خودمون با عقل میذاریم هر چقدر هم ایراد داشته باشه به هر حال ما میتونیم با همون عقل اصلاحش کنیم. متشکر. بفرمایید آقا محمد. آقای زلوت من حرف ندادم، میشه من صحبت کنم؟ یه سوال. بفرمایید شما صحبت کنید جوابشو. محمد جان اجازه بده ایشون صحبت کنه، قبلا گفته بودن. متشکر. من به نظرم ما باید ببینیم برایند این دین از نظر اخلاقی چی بوده، چون هم موارد مثبت داره هم موارد منفی داره.
اینکه ما بخوایم هی از موارد منفیش بگیم مسلمان ها بخوان از مثبت بگن، این به نتیجه نمیرسه. باید در نهایت ببینیم این برایندش توی یک جامعه مثل حالا مثلا ایران یا یک کشور دیگه مثل مصر در حال دورهای زمانی مختلف چی بوده، مفید بوده، منفی بوده، نتیجه کلیش چی بوده. اینجوری فکر میکنم اگه بریم جلو خیلی بهتر باشه، چون بله هم موارد مثبت داره هم موارد منفی داره. حالا این پیشنهاد بود، ممنونم. متشکر. این خوبه که بگیم برایندش چیه، ولی موضوع اینه که اولا برایندش اگر واقعا بخوایم بگیم، برایند ادیان کلن جنگ و خونریزی بوده در طول تاریخ، یعنی موجب جنگ های فراوان بین انسان ها شده و کشته های میلیونی داده. این برایند کل ادیان هست در واقع. ولی اینکه میخوام اینطور بگم که حتی اگر یه خوبیایی هم داشته باشه، آیا ما اون خوبیا رو نمیتونستیم مثلا از عقل به دست بیاریم و این دین رو با این بدیاش نپذیریم؟ چرا میتونستیم؟ ما اصلا ملاک اینکه کجاش خوبه کجاش بده داریم با عقل میگیم. خب اصلا وقتی عقل داریم دیگه چه نیازی به دین داریم که وقت بهمون بگه مثلا به پدر مادر نیکی کنید؟ خب اینو خودمون عقلمون میرسه که باید به پدر مادرمون نیکی کنیم، نیازی به اون نداریم. که حالا که در کنار اون بگه مثلا فرض کنید یک انسانم شکنجه کنه، یک انسانم شلاق بزنید، این دین ما هیچ نیازی بهش نداریم که بخوایم حالا با برآورد ببینیم بالاخره 50-50 خوبه یا بده. متشکر. دوست دیگری که صحبت داشتن بفرمایید. اجازه هستش؟ بله، عرض به حضورتون که خیلی خوشحالم که خدمتتونم. یه موضوعی هستش که این دوستای دیندار ما توجه نمی‌کنن که اخلاق یک امر فردی، اجتماع بر پایه نیاز اجتماع درست میشه، بنابراین اون چیزایی رو که اجتماع میپسنده در لحظه پاداشش رو میده. ولی شما توی ادیان وعده سر خرمن، یه کاری رو باید انجام بدی، عقوبتی میگیری. دیندار از خودش اختیاری نداره که گوش بده یا گوش نده، مجبوره به انجام، حتی اگر تمایل نداشته باشه یه کاری رو انجام بده. بنابراین این نکته خیلی مهمیه که باید بهش توجه بکنیم که دیندار از خودش نمیتونه کاری رو بکنه. آقای محمد هم اگر جوابی دارن، چون میخواستن صحبت کنن، ایشون هم صحبت کنن و دیگه جلسه رو پایان بدیم. آقای پلاس شما صحبتی دارید؟ عرض درود خدمت جناب زوس عزیز و همه دوستان. من پیگیر این که در واقع یکم در موضوع تاپیک حرف بزنیم، خواستم چند سوالی رو مطرح بکنم، حالا برای اینکه بحث حالا یه موضوع خوبی در بیاد. اینکه اول بیایم به این بپردازیم، به نظرم این که آیا اخلاق از دین نشأت گرفته یا نه اخلاق خیلی قدیمی تر از دین بوده، و آیا این دین بوده در واقع اخلاق رو پدید آورده، یا اینکه دین در واقع اخلاق رو وارد خودش کرده و به نوعی اون رو تغییر داده و حتی موارد غیر اخلاقی رو هم ده توس به مسائل اخلاقی آورد. حالا اینجوری اگر دوست داشتیم پیش بریم، اگر موردی بود جناب زوس میشنویم. مشکل نکات خوبیه، منتها الان دیگه در واقع آخر جلسه است. اینی که اگر در یکی دو جمله میخواید مطلب رو بگید ممنون میشم، اگر نه که جلسه رو ختم کنیم. عرضم به خدمتتون، من خواستم نظر خودتون رو بگم برای اینکه دوستان هم مطمئنم بگیر نظرات شما هستن، دوست داشتم که نظر شما رو در این مورد بشنوم. خواهش میکنم. من فکر کنم صحبت رو کردم، اینکه اخلاق کلن جدای از دینه و ربطی به دین نداره، ربطی به زندگی اجتماعی انسانها داره. انسانهایی که دینم ندارن به هر حال زندگی اجتماعی دارن و نیاز به اخلاق دارن که بتونن در کنار هم دیگه زندگی کنن، و دین اومده و تأثیری روی اخلاق گذاشته، چون تأثیر روی فرهنگ گذاشته، اخلاق تحت تأثیر فرهنگ، و اون رو در جهت که میخواسته در جهت حفظ خودش یه مقدار دستکاری کرده، یه مقدار تغییر رو داده. ولی کلیت اینه که دین سعی میکنه اخلاق رو اخلاق دینی کنه، مختص خودش کنه و ازش بتونه سوء استفاده کنه، ازش بتونه استفاده کنه برای حفظ دین، و اینجوری در واقع اخلاق رو ضایع کرده. من در مورد این صحبت کردم، هم اول این جلسه هم توی کلیپ گفتم که دین اخلاق رو ضایع میکنه و ملاک اخلاق رو اصلا کلن با ثواب و در واقع عذاب مختل میکنه، از بین میبره. ارزش اخلاق به ارزش‌های انسانی هست، نه به ثواب و گناه دینی. متشکر. اگر کسی صحبتی نداره که جناب زموس، یکی از دوستان سوال پرسیده بودن که جای ایشون من میپرسم، نظر شما در مورد قرآن سوزی دیروز در سوئد از نظر اخلاقی چیه؟ از نظر اخلاقی هیچ مشکلی نداره، یعنی در واقع اخلاقی از نظر فرهنگی که اونا دارن، این جزء آزادیشون هست. یه موقع هست که میگید که خب حالا آزاد هست، ولی حالا بکنیم خوبه یا بده، یعنی تاثیر مثبتی داره یا تاثیر منفی داره، این یه بحث دیگه ایه. میتونه بگه مثلا تاثیر منفی داره، تاثیر مثبتی نداره، مثلا دارم میگم، ولی جزء آزادیشون هست و اشکال اخلاقی نداره. اینکه یک کتابی رو
حق دارن که بسوزونن، حق دارن که با لگد بهش بزنن، این هیچ ایرادی نداره. اینکه ما در فرهنگ خودمون این قرآن سوزوندن رو زشت میدونیم دلیل نمیشه که اونا هم باید تو فرهنگ خودشون زشت بدونن. ما تو فرهنگ خودمون هم در واقع فرهنگ دینیمون هست که زشته، نه فرهنگ ایرانی. تو فرهنگ ایرانی هم چون این تقدسی نداریم. یکی از آخوندها کتاب پزشکی رو آتیش زد و خیلی کار بی خودی بود، ولی کسی عصبانی نشد، کسی به اصطلاح باش دعوا نکرد، کسی تهدیدش نکرد. یعنی این جزء آزادیش هست، میتونست این کارو کنه، هیچ اشکالی هم نداره. اونها هم باید چون این برخورد داشته باشن، اخلاقی در واقع اینه که برخوردی نداشته باشن، به عنوان یه کار بی خود اشتباه کنن که به یه کتابی لگد زده. ولی متاسفانه اینجور نیست. اینه که اون آتش سوزی قرآن سوزی در واقع با مشکل اخلاقی نداره. بفرمایید. من فکر کنم فیلم این گوری وال استریت رو جمعی دیده باشیم، یه جاش میگه فاک آمریکا. تو آمریکا این جمله رو کسی بشنوه کاری نداره، ولی اگه تو ایران یکی بگه فاک ایران توی فیلم میبینی چه قشقری به پا میشه. هر جای خودش فرهنگ خاص خودش داره که اخلاقیات یه جوره اونجا، اخلاقیات اینجا یه جوره. اینکه باید بیایم چون این حرف مثلا تو ایران یکی زدی بیان بگیریم بکشیمش، این مشکل ماه. خیلی ممنون. بفرمایید صداتون میاد. بفرمایید. درود به همه. اصلا آقای زئوس یه سوالی دارم، این در مورد کلن اخلاق من فکر کنم با یه ریشه‌ای داشته باشه. به نظر شما این ریشه از کجا میاد؟ هم اونایی که طرفدار دین هستن، هم دوستانی که آتئیست هستن، آیا این منبعی داره و ریشه‌ای داره؟ سوال من همینه فقط. بله متشکر. اشاره کردم که در واقع ریشش برمیگرده به زندگی اجتماعی انسان‌ها، یعنی انسان‌ها با زندگی اجتماعی تکامل پیدا کردن. اینه که به هر حال مجبورن یه سری رعایت‌ها رو از همدیگه بکنن، زندگی فردی ندارن، فقط خودشون رو لحاظ کنن. اینه که این قانون طلایی اخلاق که آنچه بر خود نمیپسندی بر دیگران مپسند، این جا افتاده در زندگی اجتماعی برای که بتونن انسان‌ها کنار هم دیگه زندگی کنن. منشأش همون زندگی اجتماعی انسان‌ها هست و هیچ ربطی هم به دین نداره در واقع. مرسی از همه دوستان. ممنون جناب زهود. متشکرم. همینطور برای شما سپاسگزارم. جلسه خوبی بود. ممنون از دوستان مسلمان و بی خدایی که بحث محترمانه و خوبی رو داشتیم و فکر می‌کنم میتونیم باز از این جلسات بگذاریم و در کنار هم میتونیم بحث کنیم. سپاسگزارم. متشکرم. من دیگه وقت رو نمیگیرم و بدرود.